بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز دوشنبه دوم ثور سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 22 اپریل سال 2013 میلادی. به مجموعه از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جوان در ولایت غزنی سوی روبایندگان به قتل رسید. این جوان 20 ساله که چند پیش از سوی روبایندگان از مرکز غزنی ربوده شده بود، جسدش به روز دوشنبه در این ولایت کشف و پیدا شد. کاکای این جوان میگوید که برادرزادهش حدوداً یک ماه پیش از ساحه پل حیدرآباد شهر غزنی از سوی روبایندگان ربوده شده بود و پس از حقز 10,000 دلار آمریکایی از نزد خانواده این جوان وی را به قتل رسانده که بر روز دوشنبه جسدش از قریه قرباغی ولایت غزنی کشف و دریافت گردیده است. در این حال کاکای مقتول ریاست امنیت ملی غزنی را متهم به سهلنگاری قضیه اختطافی این جوان می کند. خود نمی فهمم که این چی رقم برنامه یا این چی رقم دولت ها، این چی رقم دولت و دولتداری است که کدام شادم تشخیص نمی تونه. سر منشه و سرنویش اینمی شده که بعد از 27 روز یا 28 روز جنازه دیست آمده که دولت بورم مطابق یک کارگر، مطابق یک جای کار نشدن، یک دهقان نشدن که امور امنیت ملی صاحب امور پیدا میکرد. روزی هزار دان از جوانای مردم، از بچه های مردم امی رقم میشه، دولت باشه، یه گوشش کار چشمش کار نباشه، مردم ایتر نمیشه. از سوی دیگر محمد علی احمدی، معاون مقام ولایت غزنی، نیز از عمل کرده ضعیف نهادهای امنیتی در این قضیه سخت انتقاد میکند. این حادثه واقعا جای تاسف و تاثیر داره. یعنی که فرزند یک تاجر، فرزند یک سرراب به شکل فجیع به قتل میرسه، این نشانگر از است که فعالیت ارگانهای امنیتی ما در این راستا ضریب صفر است. اگر یک اختطافچی، دو اختطافچی به پنجه قانون سپرده شود و ارگانهای عدلی و قضایی ما در راستا حکم قاطع حداقل حبس طویل المدت و یا اعدام اگر تجویز کنند مطابق با قانون، طبیعتاً دیگه اختطافچی ها عبرت می شود، چنین کار نمی کنند. یعنی می خودش هم کمکاری ارگانهای عدلی و قضایی ما را می رسند و هم کمکاری ارگانهای امنیتی ما را. موضوع ربوده شدن پسران تاجران در ولایت غزنی جدید نیست، بل چندین بار دیگر هم جوانان این ولایت پس از حقز پول از سوی ربایندگان جانهایشان را از دست دادند. چنانچه هفته پیش نیست یک راننده تاکسی در این ولایت نخست ربوده شده و دوباره به قتل رسیده است. مناظره میان مقام های دولتی و جوانان ولایت غزنی پیش از شش روز دوشنبه در ولایت غزنی در هتل اورانوس این شهر برگزار گردید. این مناظره که محور آن را مشکلات جوانان در راستای معارف، امنیت و بیکاری تشکیل می‌داد، در آن محمد علی احمدی، معاون مقام ولایت غزنی، عامر امنیت، فرماندهی پلیس غزنی، اعضای شورای ولایتی غزنی، یک تن از سناتوران غزنی در مجلس سنا و صدها تن از دانشجویان، استادان و جوانان اشتراک ورزیده بودند. در این مناظره جوانان مشکلات عمده‌شان را با مسئولین در میان گذاشته و خواهان رفع مشکلات موجود فراروی زندگی جوانان شدند. سوال ما راجع به موضوعی بود که دفعه قبل ما یک سوال داشتم از کل نهادهای مسئول، اما با سوال ما هیچ کسی پاسخ ارائه نکرد. سوال ما این بود که چرا بستایی که به خاطر مکاتب میای اونا فروخته میشه؟ آیا اینقدر ارگانایی که زیر رفته سن هیچ کسی مسئول نیستن که جلوی موضوع را بگیرن؟ پرسام ما از شورای ولایتی نیست. یعنی شورای ولایتی از همین مشکلات چقدر آگاهی دارد و درباره چند مشکل با کدام اداره یزید داخل تماس گرفته؟ من حیث نماینده های مردم چه نتایج اصلا به دست آورده؟ اگر این کار را کرده باشد چند نمونه شه برای ما جوانان در اینجا قرائت فرماید تا اطمینان ما حاصل گردد و مطمئن شویم که نوی نماینده های مردم این کار را کرده. ببینیم کسایی که پول داره به مکاتب جذب میشه، اما او کسایی که مثلا پول واسطه نداره، همین کسایی که مثلا معلمی مسلکی است بیکار همینجا میگرده. امیدوار هستم که مقامات در این باره کنم پاسخ قناعت بخش داشته باشه. از سوی هم محمد علی احمدی، معاون مقام ولایت غزنی، ضمن پذیرفتن مشکلات جوانان بیان داشت که برخی از مشکلات جوانان غزنی نیاز به اقدامات جدی دولت مرکزی در این راستا دارد. و عین این مشکلی که شما در سطح ریاست ها در اینجا دارید، در دولت مرکزی ما همین مشکل وجود دارد. بدبختانه شیرازه فساد از مرکز منشأ گرفته در سطح ولایت
در سطح ولسوالی ها به عنوان یک بلای خانمانسوز گریبانگیر جامعه است. این را نه رئیس جمهور به تنهایی حل کرده میتونه، نه پارلمان حل کرده میتونه، نه ما من حیث یک کسی که در این شیرازه نظام یک مسئولیت داریم. رئیس ما بدل کرده نمیتونیم. رئیس های ما از مرکز بر اساس ارتباطات، بر اساس رقابت یا بر اساس ارتباطات تنظیمی میاین. وقتی رئیس حمایت یک وزیر داشته باشه، ولایت در برابر او چه کار کرده میتونه؟ این شما خود بگویید. با سر سپاس از شما بینندگان محترم و همکاران تکنیکی هم در استدیو خبر. این بود مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرهای من از افغانستان و جهان. وقت خوش، الله نگهدار.